خب تو این ویدیو میخوایم به دوم انتهای هواپیما یه ستون دود اضافه کنیم. پس سراغ تصویر میریم که تا اینجا روش کار کردیم. حالا از پنل لایه ها به پایین فهرست سکرول میکنیم و روی لایه تیل شید کلیک میکنیم که دقیقا اگه یادتون باشه زیر لایه هواپیما قرار داره. به این ترتیب ستون دود و زیر هواپیما اضافه میکنیم. خب حالا سراغ این تصویر میریم. من اون از یه تصویر دیگه برداشتم و واسه اضافه کردم به ترکیب از ابزار مارکیوی مستطیلی استفاده میکنم که با دکمه M میتونید اون رو فعال کنید. حالا داخل پنجره راست کلیک میکنم، دابل کلیک لایر رو انتخاب میکنم و داکیومنت رو روی کاستوم موشن بلور تغییر میدم که همون تصویریه که چند لحظه پیش دیدید و اوکی میکنم. حالا دوباره سراغ همون تصویر میرم و واسه اینکه اونو تو جای مناسب قرار بدم با کلید وی ابزار موو رو انتخاب میکنم و حواستون باشه که چک باکس اتو سلکت غیر فعال باشه. حالا لایه رو درگ میکنم تا طرف درست تصویر قرار بگیره، بعد اون به بالا درگ میکنم تا راستای دوم هواپیما باشه. اسم لایه رو پلوم میذارم تا حالا یه بار دیگه استفاده از دستور کالر رنج این لایه رو داره ماسک کنم. بهترین راه واسه این کار اینه که آلت رو نگه دارم، روی این علامت چشم کنار لایه پلام کلیک میکنم تا تنها فقط خود این لایه رو به تنهایی ببینم. حالا واسه محدود کردن سلکشن به محیط این لایه اون رو به عنوان یه سلکشن لود میکنم و حالا روی تامنیلش کنترل کلیک میکنم و به این ترتیب نتایج خودم تو محدوده سلکشن محدود میکنم. حالا به منوی به سلکت میرم و دستور کالر رنج رو انتخاب میکنم. ما به طور کلی در حال کار کردن با مارکیوی مستطیل هستیم. اینجا در اون تصویر کلیک میکنیم و تقریبا انتخاب خوبی داشتم. با قطره شکن در اون پلوم کلیک میکنم. من نمیخوام سلکشنم معکوس بشه، پس حواسمون باشه که باید چک باکس اینورت رو غیر فعال کنیم. حالا میخوام به این صورت پلوم رو انتخاب کنم. اگه شما پلوم رو نمیبینید، برای مثال اگه درست کلیک نکردید، سعی کنید اون رو پیدا کنید و داخلش کلیک کنید. مقدار فازینس رو 40 و سطح لومینوس واسه من کافیه. حالا ادامه میدم و اوکی میکنم تا پلوم انتخاب بشه. سراغ آیکون اد لایر ماسک تو انتهای پنل لایه ها میرم و ماسک پلوم رو به این صورت روی اون کلیک میکنم. حالا دوباره روی آیکون چشم آلت کلیک میکنم تا سر لایه هم برگردن و حالا میخوام بخشی از لایه رو کمی نرم کنم. شما میتونید یه ماسک لایه رو با دو بار کلیک کردن روی تامنیلش تو پنل لایه ها نرم کنید و این کار باعث باز شدن پنجره پراپرتیز میشه. و اگه نیاز به تغییر اندازه این پنل دارین، این نوار پایینی رو درگ کنید، گزینه‌ای که به دنبال اون هستیم فدره، و مقدار اون رو روی 2 پیکسل افزایش میدم که موجب ایجاد افکت میشه. حالا میخوایم این پنل رو پنهان کنیم. میخوایم بریم که به دود خروجی از هواپیما رو درخشان کنیم. پس روی آیکون FX توی انتهای پنل لایه کلیک میکنیم و Alter Glow رو انتخاب میکنیم و اینا تنظیمات مورد نیاز منه. اما ادامه میدیم و بهتون توضیح میدم روی نمونه رنگ اینجا کلیک کنیم و مقدار هیو رو 30 درجه و اشباع رو 50 درجه و مقدار روشنایی رو 100 درجه تغییر بدید که باعث میشه رنگ نارنجی کم رنگی داشته باشیم. حالا اوکی میکنیم و ترکیبی که به دنبالش هستیم روشنترین حالت موجود لینیر داجه به مقدار تاری 50% و نویز 0 برای این افکت نیاز داریم و مقدار سایز 50 پیکسل. توی این مرحله اوکی میکنیم تا این افکت رو اینجا ایجاد کنیم. حالا کلیدای شیفت و اف رو فشار میدیم تا تصویر سفر رو پر کنه و با فشردن کلیدای کنترل و 0 زوم اوت میکنیم و این نسخه نهایی هواپیمای ماست که به سمت آسمون رنگی در حال پرواز.